خدمتتون عرض بکنم که بحثی که جناب والی در رابطه با مسائل روز ایران می‌فرمایید بسیار طبیعیه که همه اینها گریبانگیر حکومتی است که دیگه قادر نیست ادامه بده. به همین منظور فکر می‌کنم که هر آنچه شدت عمل بیشتری نشون بدن میتونن که ادامه حکومت رو بیشتر بکنن. من باور به این قضیه ندارم. باورم بر اینه که حتی گروه هایی که امروز ما به عنوان سرکوبگر میشناسیم اینها کسانی نیستند که بخوان به سرکوب مردم بپردازند. ولی اگر سوال این هست پس چگونه این کار انجام میشه، خدمتتون باید بگم که به هر حال یک درصد بسیار بسیار کوچکی وابسته به نظام حکومت جمهوری اسلامی هستند که اون رو میتونیم بگیم اینها اونهایی هستند که اعتقاد مذهبی دارن. خیلی خیلی درصد پایینیه به نسبت سالهای آغاز انقلاب و به این معنا در هر مرحله کوچکتر کوچکتر شده. درصد دیگری که اون هم زیاد بزرگ نیست اونهایی هستند که مجبور هستند، حقوق بگیر نظام هستند و به هر حال اگر که این مستمری داده نشه امکان ادامه زندگی برایشون وجود نداره. ولی در بین خود سپاه و بسیج من امروز به جرأت میتونم خدمتتون بگم که ناراضیان بیشماری وجود دارند که در انتظار جرقه ای هستند که به هر حال آخرین جرقه هایی است که میتونه در داخل نظام به وجود بیاد و به آتیش بکشه و مردم رو از شر این نظام رهایی بده. به این معنا این مسائلی که اشاره فرمودید، حالا آخرینش که بحث روجلد یک کتاب یا نمیدونم شیرینیه یا غیره و غیره، این گذشته از اینه که اینها اصلا با قلب رابطه ای ندارن. مسئله اصلی در اینجاست که اینها ناچار و ناگزیر میخوان که با ترس و وحشت به حکومت خود بدن. ولی اجازه بدید که برم به اولین مرحله به سراغ پولشویی ها و اینی که در پاناما این 11.5 میلیون سند در اختیار این روزنامه نگاران و که اول از آلمان شروع شده و حالا در اختیار این روزنامه نگاران بین‌المللی است، در این 11.5 میلیون سند همه چیز پیدا شده، حتی پاسپورت افراد. یعنی دیگه راه گریزی نیست. به هم همونطوری که استدار دارید نخست وزیر ایسلند استعفا میکنه، نخست وزیر بریتانیا برای اینکه پدرش زیر فشار این قضیه است، یعنی به حال اونم در پولشویی ها شرکت داشته. حالا در مورد آقای کامرون نه تنها میگن که باید که تکلیف پدرت رو روشن بکنی، میگن تکلیف خودت رو باید روشن بکنی، تکلیف همسرت و فرزندانت رو باید مشخص بکنی. هی مرتبا دفتر نخست وزیری انگلستان گفته که آقای کامرون نقشی در اینجا نداشتن، حالا میگن که باید مشخص بشه که قبلا آیا داشتن یا نداشتن، باید مشخص بشه که از این بهره این پولشویی در آینده چیزی نصیبشون میشه یا نمیشه. همه اینها مسائل عجیب و غریبی است که در فرانسه در رهبر یکی از احزاب دست راستی فرانسه، باز رهبر گذشتهش البته آقای لوپن، مسائل بیشماری به وجود آمده. ولی وقتی که به ایران برمیگردیم، با وجودی که توی این اسناد نام آقای احمدی نژاد آمده و امروز آقای احمدی نژاد جزء اون کسانی است که در دو سال خورده ای گذشته که آقای روحانی سر کار آمدن، مرتب هر مسئله ای که در ایران بوده از طرف آقای روحانی و وزرای ایشون گردن احمدی نژاد انداختن که اگر مثل اینکه اگر احمدی نژاد نبوده هیچ فسادی در ایران مطرح نمی شده، هیچ مشکلی وجود نداشته و همه این مسائل مربوط به 8 سال احمدی نژاده. اینی که هست شکی درش نداریم،
ولی واقعیت قضیه اینه که وقتی گفته میشه که در زمان آقای احمدی نژاد دلار شد 3 برابر، که واقعیت هم همینه، یادشون میره این رو بگن، چون مردم سوال نمی کنن که قبل از آمدن آقای احمدی نژاد دلار شده بود 600 برابر و حالا بعدش شده 3 برابر. یعنی اینکه این مسئله فساد در جمهوری اسلامی بحث تنها احمدی نژاد نیست، ولی جالب ترین نکتهش اینجاست که دولت بلافاصله اعلام میکنه که اینها شایعه است و برای خراب کردن حکومت هاست، اشخاص و افراد، و به این ترتیب بخوان رد بکنن. میدونید چرا؟ دلیلش خیلی روشنه، برای اینکه بحث احمدی نژاد مطرح نیست، بحث رژیم، بحث نظام مطرحه، بحث آقای خامنه ای مطرحه، بحث پسرانش مطرحن، بحث نزدیکان ایشون مطرحن، و بحث اون مجموعه صد و خورده ای نفری که در اصل این مملکت رو به گروگان گرفتن، و اون 500-600 نفری که از اول انقلاب تا به الان همیشه در اختیارشون بوده. به این معنا اگر نگاه بکنیم، طبیعیه که بلافاصله اونها باید واکنش نشون بدن و بگن که مسئله بی خودیست و بی خودی مطرح شده و چنین چیزی نیست، در حالت که هست. یه واقعیت آقای کاردان، خبرها رو آدم وقتی میشنبه باور نمیکنه که یک همچین ارقامی وجود داره، یک همچین فسادی. این آقای رضا زراب رو که در امریکا گرفتن، همکار آقای این بابک زنجانی، میگن که در امریکا FBI دخالت کرده 34 میلیارد دلار. ببینید، من باور ندارم خیلی ها بتونن بنویسن 34 میلیارد دلار. 34 میلیارد دلار معنیش اینه که تعداد بیشماری از این کشورهایی که امروز عضو سازمان ملل‌اند، چندتایشون حتی 34 میلیارد دلار بودجه سالانه‌شون نیست. به هر حال این 34 میلیارد دلار یکی از ارقام فسادی است که در حکومت جمهوری اسلامی به وجود آمده و چندتایش در این چند سال گذشته مطرح شده. واقعیت امر اینه که در طول 37 سال گذشته مسئله دزدی در فساد در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که اولا مردم رو 60 چند درصد رو زیر خط فقر مطلق برده، و از طرف دیگه باعث شده که به هر حال ما، کشور ما، ایران ما در زمره رده کشورهای بالای فساد در دنیا قرار بگیره، همونطوری که شناسنامه های ما شناسنامه تروریست شده و حکومت ما حکومتی شده که جناب عالی اشاره به مسئله سوریه کردید، یا دیگر کشورهایی که مثل عراق، مثل یمن، مثل افغانستان، مثل حزب الله لبنان، و اینها همه صادرات جمهوری اسلامی تروریست، پرورش تروریست، حمایت تروریست، و بدین معنا، یعنی این بی‌اعتباری در هر مرحله ایش برای ایران به وجود آمده. و از اون طرف می‌بینیم که فقر به چه شکلی چه مشکلاتی رو فراهم کرده. حتما در خبرها دیدید که یک معلم بلوچ جون خودش رو از دست داد به خاطر اینکه دیوار مدرسه گلی که نم کشیده بود و رو ریخته بود روی بچه ها نریزه، و خودش زیر آوار مون. آقای کاردان، وقتی آدم این رو میشنوه، وقتی از اون طرف ثروت های عجیب و غریب مردم رو میبینه، وقتی میبینه که به هر حال جمهوری اسلامی نمونه هایی از این یکی مطرح شده، نمونه های مشابهین تمام مملکت رو گرفته. حالا بلوچستان از اونجایی که همیشه مورد غضب رژیم هم بوده، برای اینکه به هر حال
مردمان آزادی خواه داره و کم توقع حد اقل رو برای گرسنه نموندن فقط میخوان، نه بیشتر. یعنی این رو بهش توجه داشته باشیم. همین معلمی رو که نگاه بکنید، یک جوون زیر 30 سال که همسرش و دو تا بچهش هستن، دو تا بچه 2 ساله و 4 ساله، بچه 4 ساله این دچار بیماری قلب و این پسر تونسته از در همون بلوچستان درس بخونه بیاد اون روستا، میدونید در روستای روتک کاش بوده، معلم بشه. 7 ماه معلم شده در اونجا، ولی این 7 ماه حقوق 450 هزار تومانی این رو هم بهش ندادن. یعنی وقتی که من رفتم دنبال این که به هر حال چیه ماجرا، واقعا وقتی این زیر آوار مونده هنوز نمرده بوده، یک آمبولانس در این جا وجود نداشته، حتی در اون منطقه که به کمک این جوون بیاد و این رو به یک درمونگاه برسونه، درمونگاهی که در حال متجاوز از 100 کیلومتر اون طرفتر بوده، نتونستن این کار رو انجام بدن. این منطقه مثل این که منطقه که به هر حال به هر شکلی، همونطوری که معاون رئیس جمهور در ایران مطرح کرد که در روستایی تمام مرداش اعدام شدن، مثل این که تنها اون روستا نیست، این بدبختی، این فقر، این بینوایی همه اون منطقه رو در بر گرفته. اضافه بر این همه اینها یک تبعیض. ببینید جمهوری اسلامی حکومت تبعیضه. تبعیض فقط در مورد زنان نیست، تبعیض در مورد نمیدونم جوانان، در مورد تمام مردم به یک شکلی وجود داره. در همین جا هم از اونجایی که بلوچ‌ها سنی هستند، این معلم رو اعلام نمی کنند که معلم بلوچه، میگن سیستانیه. اصلا شما در نظر بگیرید طرف مرده، زیر آوار مونده. این جوون رو وقتی آدم نگاه میکنه واقعا آدم فکر میکنه که اینا کیا هستن، چجوری دارن تو اون مملکت خدمت میکنن، جونشون رو میگذارن. این زیر آوار مونده، بقیه زیر آوار جمهوری اسلامی موندن. اون طرف کردستان، اون طرف خوزستان، بزرگترین منبع درآمد ایران، که وقتی میبینیم که در منطقه نفتخیز که ثروت این مملکت رو فراهم میکنه، آب آشامیدنی وجود نداره. آب رو آقای کاردان میریزن توی این کرباس‌ها، صاف میکنن و بعد میخورن و هزاران بیماری. یعنی دور تا دور ایران همین مسئله هست، غیر از منطقه جماران و اطرافش و اون چند نفری که عرض کردم حکومت رو به گروگان گرفتن. به این معناست که من اون دلشوره ها، اون نگرانی ها وجود داره و فکر میکنم که اون بحث مسئولیت، اون بحث قدم گذاشتن، وظیفه داشتن برای همه ما وجود داره، که ما ناگزیر هستیم قدم بگذاریم توی این ماجرا و ببینیم که اگر میخواهیم یک روزی این مملکتمون، این جایی که این همه عشق براش داریم، این جایی که به هر حال آقای کاردانمند به مطالعات مهاجرت در مورد جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی دارم، باور بکنید که تقریبا میتونم بگم اکثریت بزرگی از مهاجرین دنیا رو من مطالعه و بررسی کردم. وقتی ایران رو با اون مقایسه میکنم، میبینم بعد از 3 دهه، بعد از 37-38 سال، برای بعضی ها بعد از 40 سال دور از وطن بودن، همچنان مسئله اصلی اینه که دلنگرانی داشته باشن. من خودم همون کتاب دلشوره ها همین رو میگه، بسیار زیاد هستن، ولی چه اتفاقی میفته که به هر حال من میتونم در پاریس بنشینم، شما در لس آنجلس بنشینید، بقیه این 5-6 میلیون در دیگر کشورهای جهان باشن و حد اقل ها، من نمیگم که حد اکثر ها، حد اقل ها رو ما داشته باشیم، ولی اون جامعه زیر فشار این حکومت لح لح بزنه و
مشکلاتش روز به روز افزایش پیدا بکنه. به این معناست که من اون بحث دلشور زدن رو میکنم، نگرانی ها رو میکنم و مرتبا میام سراغ این که چه باید کرد، که امیدوارم که با لطف شما در تلویزیون اندیشه بتونه برنامه در این زمینه با حضور مردم و چه مردم که میگم هیچ تفاوت نمیکنه در داخل و خارج ایران قدم هایی برداشته بشه با توجه به اینکه به هر حال تلویزیون اندیشه شما مسئول تلویزیون، سرمایه گذار تلویزیون، همه این احساس مسئولیت رو به شکل بالایی دارن و من امیدوار هستم که از همین طریق قدم های بسیار بزرگی برداشته بشه. بسیار ممنونم از توضیحاتتون و به زودی اون برنامه ویژه‌ای رو که فرمودید خواهیم داشت. تلویزیون اندیشه هدفش اینه که بیشتر با مردم ایران در تماس باشه و خیال میکنم یکی از کارهایی که باید انجام بشه ارتباطی است بین ما و داخل ایران و الان با این وسایل ارتباط جمعی که وجود داره شاید وظیفه خطیری است که باید هر چه زودتر انجام بدیم. به هر حال هر چه زودتر این برنامه‌ای رو که فرمودید آغاز خواهیم کرد و تلویزیون اندیشه و صاحب تلویزیون اندیشه، بنیانگذار این تلویزیون اندیشه آقای مهندس نادر درمانی تأکید کردند که باید این کار حتما انجام بشه و حتما انجام خواهیم داد. خب اجازه بدید که چند نکته هست که من میخوام نظر شما رو بدونم. اخیراً مشکلی هست در مورد معاملات دلاری برای ایران و مثل اینکه ایران یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه از طریق دلار معاملات رو انجام بده و باید بهش بگن که این معاملات رو انجام بده. موافقت آقای اوباما هست، برای که آقای اوباما خیال میکنم که فقط مونده که با این رهبر جمهوری اسلامی پالوده با هم بخورن، فقط همین کارو نکردن، مگر نه بسیار با هم دیگه دارن پیام های زیر دوستانه به هر حال یه جوری میرسونن. اما در مجلس، در به ویژه در سنا در آمریکا، جمهوری خواها سخت مخالفت کردن که معاملات با دلار انجام نشه. مگر الان معاملاتی که انجام میشه با دلار نیست و این نفتاری که میفروشن ما فقط لغت دلار رو میشنویم، الان چه جوریه و اگر دلار بشه چه خواهد شد؟ اجازه بدید که بحث بسیار بسیار مهمیه به نظر من، برای اینکه ریشه در دلار نداره، ریشه در کل ماجرا داره. اینی که در مورد آقای اوباما اشاره کردید، من باید بگم که شاید تاریخ این رو نشون بده، تاریخ نه چندان دور، در چند سال آینده شاید نزدیک، که آقای اوباما ضمن اینکه این اتهام نزدیک شدن به جمهوری اسلامی و این مسائل این چنینی رو داره، ولی در این حال کاری رو کرده که من فکر میکنم میتونه به نفع دنیا باشه. اون کار این بوده که به هر شکلی که تا به الان ما رسیدیم، این دستاورد آقای اوباما بوده که تونسته در مغز نیروگاه های عراق و غیره سرب داغ بریزه و سیمان بریزه و اونجا رو از بین ببره. حالا اختلافات درون جمهوری اسلامی هم دقیقا هم به هم محور همین قضیه است. بحث دلار یکی از بحث های پیامد های این قضیه است که گروهی که در داخل امریکا رسیدن به این مرحله که تمام مشکلات منطقه زیر دستورات جمهوری اسلامی است، چه در عراق، چه در یمن، چه در افغانستان، چه در سوریه، همه جا ریشش به جمهوری اسلامی میرسه، ایستادن واسه این که جمهوری اسلامی نتونه به صورت مشخص وارد سیستم تجارت جهانی بشه. چرا؟ به این معنا که در طول سالهای گذشته به خصوص از آغاز دوره آقای احمدی نژاد به بعد همه تلاش ها این بود که دلار رو کنار بگذارن و با یورو بتونن که
تجارتاشون انجام بدن، ولی به دلیل تحریم ها این مسئله هم نتونست انجام بشه، در نتیجه رفت به طرف پایاپای انجام شدن در چین، در هند، در کشورهای مختلف. پولهای محلی که جمهوری اسلامی مجبور بود که حتی اگر یه درصد کمی هم به دستش میرسه مجددا اون رو از روپیه هند یا نمیدونم یوان چین تبدیل بکنه و به بازار و به منطقه ایران برگردونه. همه هدف ها این بوده که این پول هایی که آزاد میشه بتونه مستقیما وارد گردش دلاری بانک ها و به خصوص بانک های امریکایی بشه، چون میدونید مسئله فقط بانک امریکایی نیست، بانک امریکایی یک قسمت دستورات خزانه داری امریکا برای ارتباط دلاری به بانک های جهانی قسمت دیگری است. پس در نتیجه حالا الان این مشکل مطرح شده، همونطوری که در خبرهای امریکا جناب عالی هم به دقت ملاحظه کردید، آقای جان کری دنبال اینه که قولهایی که با آقای ظریف داده بتونه انجام بده، در حالتی که هرچه رو به پایان دوران آقای اوباما میریم میبینیم که مسئله ای که حالا هیچ تفاوت نمیکنه دموکرات ها مجددا سر کار بیان یا جمهوری خواهان سر کار بیان، این ماجرا که برای جمهوری اسلامی مشکلات عدیده‌ای در رابطه با برجام پیش بیاد، همه اینها در صدر خبرهای انتخاباتی قرار گرفته. به این معنا تصور من بر اینه که مسئله دلار یکی از ابعاد جلوگیری از انجام برجام برای جمهوری اسلامی است و تصورم هم می‌کنم که قدم‌های بسیار محکمی سر این قضیه برداشته خواهد شد. آقای اوباما هم در این حال که خود ایشون برجام رو انجام دادن، در این حال می‌بینیم که میگن درست جمهوری اسلامی تمام برنامه‌هایی رو که مورد نظر امریکا و پنج قدرت دیگر جهانی بوده انجام داده، ولی به روح برجام رو رعایت نکرده، به همین دلیل که موشک‌های قاره پیما درست کرده و در روش مرگ بر اسرائیل و غیره با غیره مطرح کرده. همه اینها نشون میده که درست نیروگاه‌های اتمی ایران رو تا اونجایی که میتونستن از ظرفیت رسیدن به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردن در مورد جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی اگر در بحران نباشه جمهوری اسلامی نخواهد بود. این رو هر آنقدر که CIA و دیگر نیروهای به اصطلاح هوشمند سیاسی دنیا بخوان بگن که ایران و یا هر حکومت این چینی رو میشناسن، ولی من فکر کنم که هیچ کدوم به اندازه ما ایرانی ها آخوند رو نمیشناسن، آخوند رو نمیشناسن که ببینن که این آخوند با چه حیله و فریبی تمام دوران 1400 سالش رو گذرونده، یعنی امروز رسیده به این مرحله و میخواد که این رو حفظ بکنه، غافل از اینی که هر دیکتاتوری هر هیچ تفاوت نمیکنه، از سزار بگیرید و ناپل امبرافارت بگیرید تا هیتلر و استالین و امروز به اینجا برسیم، جمهوری اسلامی که در مقابل اونها پشه در مقابل فیل هم نخواهد بود. ادامه وقتی که آدم با دنیا به تقابل می نشینه ادامهش غیر ممکنه، حتی اگر که حکومت در مجموع یک دست بود که حالا می بینیم که اون یک دستی رو هم نداره، یعنی آقای روحانی در دولت، آقای رفسنجانی و غیره یک طرف هستن، آقای خامنه‌ای و سپاه و بسیج یک طرف دیگه، ولی در عمل همه اینها جمهوری اسلامی رو میخوان. بس قدرت، نه به این معنا که اگر که آقای روحانی و رفسنجانی در رأس قدرت قرار بگیرن مسئله غیر از این خواهد شد، نه، مسئله در اینه که این قدرت رو از این گروه گرفتن در اختیار خودشون قرار دارن، ولی تفاوت آنچنانی نخواهد کرد.
دلیلش خیلی روشن، شما ببینید که آقای روحانی اون حد اقل هایی هم که از دستش ساخته بود انجام نداد، نه تنها انجام نداد در این نزدیک 3 سال گذشته، بلکه بحث مثلا نمیدونم حصر آقای موسوی و کروبی باز مربوط به خودشون در اون راه به جایی نبرد، در رابطه با بیکاری یک دونه شغل نتونست ایجاد بکنه، در رابطه با فقر مردم در همه تبلیغات در مورد برجام بود، این برجام به کجا رسید؟ البته به جایی رسید همونطوری که استظهار دارید، میبینید که از پول برجام به هر خانواده فلسطینی 30,000 دلار برای خونه سازی، 7,000 دلار برای تامین زندگی، مرقدهای طلا و گنبدهای طلا، همه اینها به وجود آمد. ولی حتی آقای کاردان برای اون مناطق جنگ زده، جنگ ایران و عراق، جنگ 8 ساله که این همه کشته و جانباز، یعنی نزدیک به 800,000 نفر جانباز جنگ وجود داره در مراحل مختلف، 700,000-800,000 نفر کشته جنگ وجود داره که خانواده های اینها همشون هستن، برای مناطق حملات شیمیایی باور بکنید من تو مطالعه اخیرم بهش برخورد کردم، در یک شهر بزرگ، در چند تا شهر یک متخصص شیمیایی وجود نداره و فریاد و نعره های اینها دنیا رو گرفته و جمهوری اسلامی کوچکترین مسئله سر این قضایا نداره. این هاست که من باز برمیگردم به این که شاید دنیا با توجه به اینکه همه مسائل امروز در جهان مسائل اقتصادی است و حکومت جمهوری اسلامی به همراه دیگر حکومت‌های دیکتاتوری بهترین حکومت‌ها برای ابرقدرت‌ها هستند که بیشترین استفاده ها رو میتونن داشته باشن، بیشترین قراردادها رو میتونن داشته باشن، ولی جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دیگه امکان این که بخوان سرشون رو زیر برف بکنن دیگه وجود نخواهد داشت. همونطوری که عرض کردم مسئله دلار یکی از جنبه های این ماجراست. تلفن ها رو هم باز میکنم، وقتمون کمه، ولی اگر دوستان واقعا سوالی دارن که من بتونم با آقای لاجوردی مطرح کنم، با کمال میل این کار رو انجام میدم. و اما آقای لاجوردی عزیز، یک نکته‌ای که دوستان روی خط خواهش میکنم باشین، من فقط این نکته رو با آقای لاجوردی در میون بگذارم. الان آماری که امروز منتشر شده بود بین کشورهایی که بسیار بسیار برای نیروی نظامیشون و برای وسایل جنگیشون پول خرج میکنن، اول آمریکا بود، دوم چین و سوم عربستان سعودی. خیلی جالبه، عربستان سعودی همین کشوری که روابطشو با ما قطع کرده و در ایران مرتب دارن رجز میخونن برای عربستان سعودی و اخیرا هم اعلام کردن که هواپیمای ماهان اجازه نداره به عربستان سعودی پرواز بکنه. خیلی ها نگران جنگ هستن، خدا نکنه جنگی به وجود بیاد، اما شما فکر میکنید که این اختلاف عربستان سعودی و جمهوری اسلامی که هر دو میگن مرغ یه پا داره بالاخره چی میشه؟ آقای کاردان ببینید، بحث مسلمانان جهانه، یعنی بحث اسلامه، بحث اینه که 1 میلیارد و حدود 400 میلیون نفر مسلمان در دنیا وجود داره که اکثریت قریب به اتفاق اینها حدود 1,200,000,000 نفرش شاید کمی بیشتر سنی هستند. 100 میلیون نفر از اینها شیعه هستند، بقیه هم در شاخه های مختلف قرار دارند. مسئله در اینجاست که جمهوری اسلامی که حکومتش حکومت شیعه است، البته من شیعه رو دین و مذهب نمیشناسم، شیعه یک حزب سیاسی است و به هر حال اینها میخوان که در مقابل اون 1,200,000,000 نفر مسلمان دنیا بایستن و اسلام را از آن خودشون بکنن. طبیعی است که همچیزی امکان نداره، طبیعی است که به هر حال اونها ایستادگی میکنن. امروز
عربستان سعودی، حالا امروز نه، از 70-80 سال پیش به این طرف، که امکانات ثروت عربستان سعودی به دلیل سرمایه‌های نفتی افزایش پیدا کرده و در حال حکومت فاسدی است که اون هم با ابرقدرت‌ها ساخت و پاخت عجیب و غریبی رو داره و فعلا مورد حمایت اونهاست، جلوی جمهوری اسلامی ایستادن و این مشکل شیعه و سنی به امروز بارو رسونده که خطر جنگ هم تهدیدش میکنه. باور و برداشت من از این ماجرا به این شکل هست که ما درسته که اکثریت قریب به اتفاقمون در داخل ایران شیعه اثناعشری هستند، ولی این واقعیت همه ماجرا نیست. این مسئله آماری است. مسئله اصلی اینه که ما در عمل ایرانی هستیم، هویت ایرانی داریم. ایران در بین 57 کشور مسلمان جهان تنها کشوری است که با حمله اعراب به ایران در 1400 سال پیش به این طرف و فشار اسلام در ایران، همچنان ایران باقی مانده، همچنان زبانش فارسی باقی مونده، همچنان هویتش ایرانی باقی مونده. من اینه که مطرح میکنم دلیل دارم. دلیلم اینه که اگر ما قادر باشیم بدون حکومت جمهوری اسلامی، بدون به حال احترام به عقاید همه هموطنان ما، از طرف من بسیار بسیار بالاست که کسی مسلمان چه سنی چه شیعه است، چه مسیحی چه باهائی چه یهودی، هر دین و ایمان و آیینی که داره برای خودشه، اون رابطه با خدای خودشه. بحث امروز جمهوری اسلامی دلال بازی بین خدا و واسطه هاش در روی زمین در ایران هستن که میخوان ایران رو با هویت ایرانی به گروگان بگیرن. باور من بر اینه که اگر ما برگردیم به هویت خودمون، این رو اعلام بکنیم، من مرتب میگم اسلام به ایران آمده، مهمان در ایران، صابخونه ما هستیم، صابخونه من هستم، این رو فراموش نکنیم. در این حالت ما وقتی که حکومت غیر دینی، غیر ایدئولوژیک داشته باشیم، دیگه مشکل برخورد با مسلمان‌های جهان، با عربستان، با قطر، با امارات، با نمیدونم کشورهای دیگه نخواهیم داشت. ما کاری تو این مسئله نداریم. جمهوری اسلامیه که راه کار دیگری برای ادامش نمیشناسه، تنها پناه برده به اینجا که بلکه بتونه که از طریق مسئله دینی مردم رو زیر مهمیز خودش قرار بده، که در طی 37 سال گذشته ما شاهد این هستیم که بی‌دینی، خروج از دین، فرار از دین، دشمن دین شدن چقدر توی ایران بالا گرفته و چقدر در بین جوان‌های ایران، در 50 و چند میلیون جوان زیر 40 سال ایران، شما نمیتونید باور بکنید که مسئله بی‌دینی به نهایت خودش رسیده. به همین دلیل مسئولان نظام هم بحث بحران دینی رو در بین جوان‌ها مطرح میکنن. من فکر میکنم که ما داریم به اون طرف میریم. بسیار خوشبین هستم در این زمینه که برگردیم به هویت خودمون و منطقه و کشور خودمون رو نجات بدیم. ممنونم از لطفتون. سوالات بسیار زیادی از آقای دکتر لاجوردی دارم، ولی اجازه بدید در بین این سوالات خطوط هم جواب بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، سلام، خسته نباشید. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. عرض سلام خدمت آقای دکتر حسین لاجوردی، که آقای کاربن اول برنامه حسن صداش کردید. به هر حال خیلی مشتاقم که برنامه ایشون هر چیز بیشتر از تلویزیون همیشه پخش بشه، واقعا جایشون خالیه، ولی ساعت روزش هم برای ما اعلام بکنید. به هر حال آقای دکتر لاجوردی، من سوالی میکنم، امیدوارم تمام بیننده‌ها خوب گوش کنن به سوال، ناراحت نشن، این سوال جمعیه و ربط داره به تمام ملت ایران. اولا که ملت آمریکا برای انتخابات خیلی با هم درگیریه، در رابطه با مسائل انتخاباتی، ولی یه جایی میرسه به خاطر منافع مملکتشون همه با هم متحد بشن. چرا ما مردم ایران هنوز نمیدونیم ما منافع ملیمون کجا، چه کار باید بکنیم در رابطه با مسئله مملکتمون؟
اون تعهداتی که داریم، اون وظیفه‌ای که داریم، ما اصلا آگاه نیستیم، نمیدونیم کجا بایستیم از منافع مملکتمون دفاع بکنیم. و سوال دوم اینه که آقای دکتر لاجوردی، توی مملکت خب ترس هست، وحشت هست، مردم نمیتونن کاری بکنن. چرا رهبرای سیاسی ما میترسن؟ رهبرای سیاسی ما از چی وحشت دارن؟ از چی میترسن؟ و آیا شما با عملکرد یا خود شاهزاده رضا پهلوی آیا مخالفین؟ میشه سریع هم جواب سوال بدین، چرا شاهزاده رضا پهلوی میترسه؟ از چی وحشت داره؟ ایشون که رهبری مردم ملت ایرانه، همه هم دوستش دارن، همه هم میگیم ناجی مملکته، ایشون چرا قدم 100% جلو نمیذاره؟ از چی وحشت داره؟ خیلی ممنونم. مرسی. اولا سوالی رو که از شاهزاده فرمودید باید از شاهزاده سوال کنیم. آقای لاجوردی عزیز، در مورد قسمت اول اگر مطلبی داریم با کمال میل در اختیارتون هست. بله، بحث اصلی که ایشون با سلام و درود بهشون مطرح کردن به نظر من بحث منافع ملی است که مهمترین بحثی است که برای ما، برای ما تنها نه، برای همه فرد فرد مردم دنیا، برای همه کشورها و آهادشون، برای همه حکومتها مطرحه. شما در نظر بگیرید که رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه، نمیدونم روسیه، نمیدونم چین، همه اینها، حالا این دوتای آخر یه خورده کمتر، آلمان، انگلستان، نمیدونم کشورهای که به نام کشورهای پیشرفته و غربی و دموکراتیک مطرح هستند، اگر که مسئولینشون خلافی رو میکنن، به عنوان مثال همین در مورد ایران خودمون، قراردادهای تجاری اقتصادی با کشوری مثل ایران که امروز حکومتش در اختیار جمهوری اسلامی میبندن، ولی یک هدف رو دنبال میکنن، اون هدف اینه که بتونن برای مردمشون مفید باشن، منافع کشورشون رو حفظ بکنن. به همین آخرین باری که برخورد کردیم به این قضیه، میبینیم که مسئله منافع ملی برای جوامع دنیا یه بحث اصلی است. در ایران جمهوری اسلامی منافع ملی نمیشناسه، منافع فراملی میشناسه. من در صحبت‌های مختلف، در نوشته‌های مختلف به این قضیه اشاره می‌کنم. همین الانم هم تو برنامه عرض کردم، وقتی که در مناطق جنگی حملات شیمیایی یه پزشک متخصص شیمیایی نیست، ولی ما شاهد این هستیم که در بیمارستان‌های که برای عراق در بغداد درست می‌کنن یا در لبنان درست می‌کنن برای حزب الله یا برای سوریه، کاروان پزشکی ایران به اونجاها میره، عیبی نداره. ولی وقتی که در مملکت خودمون وجود نداره، بس اونجاست. وقتی که میبینیم که منافع ملی ایران که در عمل برای ما که در تاریخ میخوندیم بحث دریای مازندران و خلیج فارسه، امروز هم چیزی نیست. امروز بحث منافع ملی جوانهای این مملکتن، اونها منافع ملی ما. اینجاست که ما باید بتونیم که فکر بکنیم که آیا برای این جوانها، برای به وجود آوردن شغل، برای بیرون آوردن از خط زیر خط فقر چی کار باید کرد. میرسیم به این که منافع ملی در جمهوری اسلامی به مرقدهای طلای، گنبدهای طلای، نمیدونم امامان میرسه. برای خودشون عیبی نداره. وقتی که من سر مسئله مینروبی در مناطق جنگ زده صحبت میکردم، دنبال کردم، دیدم که جمهوری اسلامی میگه عراق نقشه هایی که جاهایی که مین گذاشته رو به ما نمیده. چطور عراق مراکز مذهبی رو همه رو در اختیار نشونیاشو قرار میده، اونجا رو نمیده؟ در حال بحث منافع ملی به نظرم که ایشون اشاره کردن بسیار 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 مسئله حساس و اصلی جامعه ماست. آقای کاردان اشاره کردن سال بعدی واقعا به شاهزاده رضا پهلوی ارتباط پیدا میکنه. من به سهم خودم برای ایشون احترام فوق العاده قائل هستم. نکته ای که هست اینه که طبیعتا ممکنه که ایشون سیاست خاصی رو دنبال میکنن. اینی که چه نوع سیاستی رو ایشون دنبال میکنن، به چه شکل
قدم برمیدارند، به چه شکل به صحنه وارد میشن یا نمیشن، باز مهم اینه که در یک گفتگو از ایشون سوال بشه یا به شکل دیگری از طرف کسانی که با ایشون همکار هستن این سوالات انجام بشه. من به سهم خودم فکر میکنم که ایشون یکی از افرادی است که میتونه که در سیاست ایران نقش آفرین باشه، به هر حال اگر اون شرایطی که خودشون برای خودشون به وجود آوردن به انجام برسه. ممنونم از لطف و محبتتون. یک تکست داشتم، یک سوال جالبی رو کردن، گفتن آقای دکتر لاجوردی فرمودن که شیعه و سنی، آیا بشار اسد سنی یا شیعه است؟ و جمهوری اسلامی چرا حاضره که قوا بده، حاضره پول بده، حاضره نیرو بده برای اینکه بشار اسد رو نگه داره؟ آیا واقعا ایشون هم مذهب اونهاست یا خیر؟ اولا که آقای بشار اسد شیعه هستند، شیعه علوی هستند و در سوریه یک درصدی از جمعیت هوادار آقای بشار اسد و شیعه علوی هستند و در این زمینه گفته میشه که بشار اسد و شیعه های طرفدار بشار اسد سوریه رو به گروگان گرفتن. دلیل اصلا این اعتراضات مردم سوریه در 5 سال پیش دقیقا از همینجا آغاز شد. ولی برگردم به ادامه سوال که به نظر من مهمتره، اینه که آیا جمهوری اسلامی فقط به دلیل شیعه بودن بشار اسد این فاجعه رو دامن زده به کشته شدن 300 هزار سوری انجام میده و آواره شدن میلیون ها افراد اون مملکت؟ نه، به نظر من تنهایی نیست. آقای بشار اسد به عنوان نمایندگی جمهوری اسلامی برای همسایه بودن و هم دروازه بودن با اسرائیل، به این معناست که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که جای پایی رو در کنار اسرائیل داشته باشه و به همین دلیل بشار اسد رو تقویت میکنه. تنها به دلیل شیعه علوی بودن مورد حمایت جمهوری اسلامی نیست آقای بشار اسد. آقای بشار اسد در طی این سالهای دراز جمهوری اسلامی تونسته که هم خودش هم پدرش در این زمینه با باج گرفتن از جمهوری اسلامی، همونطوری که میدونید امروز گوشه بزرگی از ثروت میلیاردی ایران به سوریه میره و برای نگهداری بشار اسد، چون اگر بشار اسد نباشه این ارتباط جمهوری اسلامی در منطقه قطع خواهد شد در رابطه با اسرائیل. به این معنا این مسئله رو بیشتر از این که شیعه بودن یا سنی بودن بدونیم، مسئله استراتژیک جمهوری اسلامی بدونیم. در آخر عرضم این رو خدمتتون بگم که یکی از همین مسئولین بود اگر نظرتون باشه که گفت سوریه برای ما از استان خوزستان مهمتره. متاسفانه. بله. خب وقتمون کمه، خطوطمون هم اشکاله، اجازه بدین که با چند خط بتونیم صحبت بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله سلام، من میخواستم سوال کنم در رابطه با این پولشویی پاناما. بله. آیا میتونن الان افشاگری شده اسامی سران جمهوری اسلامی بیرون بیاد؟ دو، اینکه خواهش دارم اگه آقای بهارلومیان جایگزین آقای کمالی کنید، برنامه ایشون بسیار خسته کننده است، انگار از مهمونا پول میگیرن میان اونجا. امیدوارم آقای بهارلو جای ایشون بیاد. ممنونم. ممنونم از لطف و محبتتون. راجع به آقای برنامه ها ممنون میشم اگر روز به من زنگ بزنین، توضیح خواهم داد و نظر همه رو رعایت خواهم کرد. و در مورد پولشویی، تا اونجا که من میدونم این اسناد میلیون هاست، یعنی شاید همینطور یواش یواش، امروز یه مقاله خوندم که اسم آقای خاتمی هم میتونه در این میان باشه، مطمئن نیستم، مقاله رو خوندم. اگر جوابی داریم بفرمایید، مگر نه خطوط دیگه صحبت کنیم. من خدمتتون در اول برنامه عرض کردم 11 میلیون و نیم سند و مرحله به مرحله، یعنی به شکلی است که اسناد ویکی‌لیکس که این همه جنجال به پا کرد میگن جزء کوچکی از این هم حتی نمیتونه باشه. در نتیجه همونطوری که خودشون در سوال مطرح فرمودن،
مرحله به مرحله داره میاد بیرون و جمهوری اسلامی ناگزیر کسانی که درش هستن، چون احمدی نژاد خواهد گفت که من به دنبال دور زدن تحریم ها بودم، ولی بقیه مسئولین جمهوری اسلامی حتما درش خواهند و اعلام خواهند شد. ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم. جناب آقای کاردان، شب شما بخیر، همچنین آقای لاجوردی. بفرمایید. من خواستم یه عرضی داشتم بگم که من تازگی، یعنی از 3-4-5 سال پیش که این جریانات پیش اومد، در مورد تاریخ ایران خیلی آگاه شدم، از جمله نقشی که این آخوندها و روحانیت در تاریخ ایران داشتن، یه زمان وسوق و دوله که شما خیلی خبره تر از من هستین، من اینا رو از شما ها یاد گرفتم که این روحانیت تو این 300 سال، 500 سال، 1000 سال گذشته تا به حال چقدر باعث بدبختی مردم ایران شده. این یک طرف. طرف دیگر اینکه هنوز مردم، من نمیدونم با این چیا باید آگاه بشن که این روحانیت هیچ محصولی براشون نداشته جز بدبختی و بیچارگی. و ملتی که، این نظر من هست البته، ملتی که 5 دفعه در روز سرزمین بذاره به طرف خاک دشمنش و اونو سجده کنه، به نظر من لیاقتش هم از اون بیشتر نیست که یک مشت آخوند کثیف و بوگندو بیاد تو سرشون بزنه. ملتی که واقعا گذشته خودشو به خاک نشونده به خاطر یک مشت تجاوز کننده اومده به اونا سجده میکنه، من نمیدونم اینا لیاقت. شما یک کشور دیگه به من نشون بدین که بره دشمن خودشو ستایش کنه. شما هیچ ترکی دیدین که بره به اسم ارمنی رو به بچه خودش بذاره، یا به قول معروف وایس ورسا؟ اینا دوتا همیشه تو تاریخ بوده، اینا همدیگه رو هیت میکنن، ولی ما ایرانی ها اومدیم دشمن خودمون پرستش میکنیم. ای وای، من واقعا اینه که میبینم از هر ایرانی که بگی من مسلمانم واقعا نفرت دارم، و حتی خود من، حتی به اسم عربی رو من گذاشتم به خاطر این من پدر مادر خودمون نمیبخشم. اگه به خاطر اون نسلی نباشه که یک نسل از آگاه نشن و از اون موقع به بعد خودشون رو عوض نکنن، تا زمان که زمان، هنوز ما آدمایی میبینیم که میخوان سر سجده بزنن به طرف خاک عربستان، عرب پرستی کنن و گذشته خودشون رو از بین ببرن. و به نظر من اون ملت بیشتر از اینم لیاقت ندارن که یک مشت آخوند بوگندو بیا تو سرشون بزنه. دم اون آخوندها اگرم که دارن واقعا خرسواری میگیرن از ملت بلاغه که خودشون مسلمون میگیرن. ممنونم از لطف محبتتون، خواهش میکنم. اجازه بدیم به یکی دو تا خط دیگه هم وقتی صحبت کنیم، بعد صحبت ادامه بدیم اگر اجازه میدین. آقای خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. یا آقای کاردان. بفرمایید. خواهش میکنم. روز شبتون بخیر. بفرمایید. کوتاه. من برنامه قشنگ رو اومدین، من واقعا به حرف این آقا اهمیت ندین. ساسان کمالی بسیار آدم بزرگی است و برعکس ایشون ما ساسان کمالی رو بسیار دوست داریم و باید باشیم. خیلی ممنون. ممنونم علی لطفی. محبت هم دوست داریم. خواهش میکنم. مرسی. من خواهش میکنم که دوستانی که روی خط میان، من الان دارم با آقای دکتر حسین لاجوردی صحبت میکنم راجع به مسائل روز که بسیار حساسه، و یاد بگیریم برای اینکه هر موقعی سخنی رو عنوان کنیم و آغاز بکنیم که راجع به مسئله‌ای که مطرح کردیم و مهمان عزیزی که از راه دور در این موقع شب با ما صحبت میکنن، از این موقعیت استفاده بکنیم و صحبت بکنیم. مسائل داخلی تلویزیون هر روز، من از صبح زود تا آخر شب کنار تلفن هستم و با دوستانمون صحبت میکنم. هر روز تعداد زیادی تلفن میگیرم و ممنون میشم اگر با ما تماس بگیرن. خب آقای لاجوردی عزیز، میخواین یه خط دیگرم بگیریم و بعد بفرمید؟ خواهش میکنم. درود بر شما آقای کاردان. درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. من یه سوال مشخص از آقای لاجوردی دارم. آقای لاجوردی، شما در دفعات قبل که آمدین تاکید رو چه مسئله کردین؟ و ببینید به کجا رسیدین؟ یعنی امروز آقا توی ایران فحشا هست، آقا آب و هوا بده، آقا فلان، آقا مثلا، مردم از این چیزا واقعا دیگه خسته شدن. یعنی کی میخواین شما به یه کار اساسی بپردازین؟ شما قول دادین که چه طرحی دارین، فلان دارین، بیشتر دارین، تا چی شد؟ اوکی، اجازه بفرمایید از تلویزیون گوش بکنید. خب اجازه بدین اولا من این نکته رو بگم، دوستانی رو که میارم روی خط و باشون مصاحبه میکنیم و آدم هایی هستن که، اشخاصی هستن که مطلع هستن در رشته های مختلف، من و تلویزیون هدفمون اینه که
مسائل رو مطرح بکنیم و از همدیگه بیاموزیم و آگاهی بدیم به مردم. نه من نه آقای لاجوردی اون برنامه براندازی یا کارایی رو که سیاسی احتمالاً اپوزیسیون اینها میخواد انجام بده خیال نمی کنم که مد نظرمون باشه، اما موظفیم که همه چیز رو مطرح کنیم. ببخشید آقای لاجوردی عزیز، اجازه بفرمایید که من این بحث دوم رو به بحث دوم پاسخ بدم ولی بحث اول رو مطرح بکنم. دوست عزیز با ناراحتی و من احساس میکنم این ناراحتی باعث عصبانیت نه تنها ایشون خیلی ها هست، مسائلی رو مطرح کردن. من میخوام که نکاتی رو در این زمینه یادآوری بکنم. اولا که من خودم نیازی به این نیست که بگم، من متاسفانه یا خوشبختانه هر کدومش هر کی دوست داره قبول بکنه باور مذهبی و دینی ندارم، ولی احترام دارم برای همه اونهایی که دارن. در رابطه با مسئله ما در ایران باید خدمتتون عرض بکنم که بحث دین و مذهب، چون به هر حال اون کسانی که از پیغمبرها و فیلسوفها در این زمینه بررسی کردن، چون با روح و روان آدمها سر و کار داره و هر چی سطح آگاهی جامعه پایین‌تر باشه نفوذ دین بالاتره، در همه جای دنیا به نوعی هست. من در پاریس زندگی می‌کنم، در پاریسی که به هر حال از نظر سیاسی بودن آدم‌ها، آگاه بودن آدم‌ها می‌تونیم بگیم که در زمره جوامع بسیار پیشرفته دنیا قرار داره. ولی صبح‌های یک شنبه اگر که شما در پاریس زندگی بکنید، در هر محله‌ای می‌بینید که این زنگ کلیسا برای اینکه شما رو دعوت می‌کنه به کلیسا برید هست. اینی که همه میرن یا همه نمیرن، ولی اون وجود داره. این عمارت‌هایی که ساخته میشه مذهبی و اینها، پاپ اعظمی که در واتیکان وجود داره، همه اینها وقتی که میبینید که پاپ میاد صحبت بکنه اون منطقه مملو و از جمعیت میشه، همین هاست. هیچ تفاوتی هم با همدیگه نداره. یه خورده این پیشرفته تره. این دوره ها رو مسیحیت بسیار سنگین تر از امروز ما در چند صد سال پیش گذرونده. این رو فقط خواستم از نظر دینی عرض بکنم. در مورد مردم ایران که چرا این کار رو انجام میدن، من فکر کنم به حال در هر حکومتی که جامعه عقب افتاده ای رو داره، مثل جامعه عقب افتاده اون روز ایران، گذشته ایران، نه گذشته نزدیک، گذشته دور ایران، گذشته زمان قاجاریان در ایران، همه اینها رو وقتی نگاه میکنیم ناآگاهی در ایران بسیار بسیار بالا بوده، به همین دلیل نفوذ مذهب بسیار زیاد بوده. این مسئله باعث شده که این ادامه پیدا بکنه. به قول مرحوم کسروی، ایران یک حکومت به آخوندها بدهی داشته. امروز غیر از اینه. ولی برمیگردم به مسئله اصلی که میخوام خدمتتون در پاسخ ایشون مطرح بکنم. بفرمید. اون هم روشن اینجاست که خیلی به مردم ایراد نگیریم. همین سر انتخابات ریاست جمهوری آخرین مرحله، اگر که خود جمهوری اسلامی میگه در تهران 50% در کل کشور 62% رأی دادن که 100% دروغه، خیلی خیلی کمتر از این بوده، ولی همون تعداد معدودی هم که رفتن رأی دادن رو اگر نگاه بکنیم میبینیم گروهی از اینها به فکر این که یک حداقل از نظر زندگیشون، از نظر اقتصادی عوض بشه، فکر کردن که ممکنه این یکی با اون یکی فرق بکنه. یک گروهی مجبور بودن، ولی گروه اصلی که نرفتن رأی دادن، چرا نرفتن رأی دادن بدن؟ دلیلش روشنه. دلیلش اینه که این گروه مخالف تمامیت و کلیت و موجودیت این نظام هستن. ولی در هیچ جامعه‌ای در دنیا مردم همه این جوامع پیشرفته همه سیاسی نیستن. یک گروه آدم سیاسی وجود داره. حالا میخوام سوال دوم رو هم در همینجا جواب بدم. یک گروه سیاسی وجود داره که در قالب احزاب در کشورهای پیشرفته هست. در کشورهایی که به این شکل حزب درش وجود نداره، مثل خود ما در ایران و در ایرانیان خارج از کشور، یک تعداد افرادی هستند که این تعداد افراد کار سیاسی رو انجام میدن. اون نقش احزاب رو
پیاده میکنن و چنین مسائلی رو دنبال میکنن. در اینجا من بیشتر از اینی که خدای نکرده بخوام مثل این هموطن عزیزمون که از عصبانیت برخورد آنچنانی کردن اونطوری به مسئله نگاه بکنم، من مسئله رو برمیگردونم رو به خودمون، رو به خودم. و وقتی که به خودم نگاه میکنم میگم که تو چه نقش و وظیفه و مسئولیتی رو به عهده داری. در اینجاست که فکر میکنم که این مجموعه، این تعداد افراد، احزاب، سازمانهایی که در خارج از کشور وجود دارن و حداقل امکان آزادی رو دارن، باید بتونن که در این حرکت متشکل شکل پیدا بکنن و بتونن در نهایت مثل همه جای دنیا که احزاب میتونن مملکتشون رو نجات بدن، ما هم در این زمینه قدم برداریم. ممنونم از لطف و محبت. بسیار دارم که چنین اتفاقی بیفته و ما بعد از این 37 سال یه خورده وارد بحث‌های جدی‌تری بشیم و مشخص بکنیم که کجا ایستادیم و چه کاری از دستمون برمیاد و مردم این رو بشناسن و بدونن. ممنونم از لطفتون. امیدوارم هر چه زودتر اون برنامه ویژه‌ای رو که با هم قرار گذاشتیم انجام بدیم و در همین برنامه اعلام خواهیم کرد که در چه ساعتی و در چه روزهایی این برنامه اجرا میشه. تشکر میکنم از لطف و محبتتون. هر بار که با شما صحبت میکنیم بسیار میآموزیم و ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنید. شبها و روزهای خوبی براتون آرزو میکنم آقای دکتر لاجوردی عزیز. خواهش میکنم. مرسی قربان. و با تشکر بسیار از شما و آقای بهروز مشکیار در اتاق کنترل، کارگردان فنیمون، و بسیار بسیار ممنونم از شما و تمنا میکنم اگر مسئله راجع به تلویزیون و برنامه ها دارید، همه روزه میتونین با من تماس بگیرین. با کمال میل در اختیارتون هستم. به امید دیدار. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم.